موزه ملی برزیل با کمک سرمایه خارجی کلکسیون تاریخی طبیعی خود را بازسازی می کند. این موزه که قدیمی ترین مجتمع علمی برزیل است، سال گذشته دچار آتش سوزی شد و خسارت بسیاری به آن وارد آمد. مدیر موزه ملی برزیل در کنفرانس مطبوعاتی از پیشرفت گردآوری و بازسازی صنایع دستی و فسیل‌های خبر داد که در آتش سوزی موزه در ماه سپتامبر 2018 صدمه دیده یا از میان رفته بود. این بازسازی با کمک مالی و حمایت بین‌المللی انجام می‌شود. آلمان مستقیما به ما کمک می‌کند. ما در یک کنفرانس مطبوعاتی خبر کمک مالی آن کشور را دادیم و در انتظار دریافت دومین بخش این پول هستیم. ما با سایر کشورها نیز برای دریافت کمک مذاکره می‌کنیم. با دولت فرانسه که مایل به کمک به ماست در حال گفتگو هستیم. موزه ملی برزیل با 200 سال سابقه در ریو دو ژانیرو واقع شده است. این موزه دارای کلکسیونی حامل 20,000 قلم شامل صنایع دستی مصر و یونان و روم باستان بود. قدیمی ترین جمجمه سر انسان که در نیمکره غربی یافت شده بود نیز در این موزه قرار داشت. می‌خواهیم با دولت جدید گفتگو کنیم و نقشه خود را توضیح دهیم. موزه ملی در حال حاضر به کار مشغول است و شاهد آن هم همین نمایشگاه است. 4 ماه پس از آتش سوزی ما این نمایشگاه را برپا کردیم. موزه ملی برزیل که یکی از بزرگترین موزه های تاریخ طبیعی آمریکای لاتین است، زمانی محل سکونت خانواده سلطنتی پرتغال بود.